بحران خاورمیانه اگر زمانی بیش از نیم قرن پیش تنها بر محور مسئله فلسطینی ها و اسرائیل شکل می گرفت و خلاصه می شد، اکنون از عراق تا لبنان گسترده شده است. درگیری های خونبار در عراق همچنین در سوریه ادامه دارد. این در حالی است که مسئله فلسطینی ها و اسرائیل همچنان لاینحل مانده است. خبرهای تازه از یمن در بردارنده درگیری های دیگری در این کشور است. در عربستان سعودی یک روحانی شیعه به اعدام محکوم شده است و وزارت خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرده است که چنانچه این روحانی شیعه اعدام شود، عواقب وخیمی برای عربستان خواهد داشت. جمشید چالنگی هستم، با سلام به شما عزیزان. در ساعت 1 بعد از ظهر بارانی واشنگتن، 8:30 شب تهران، 7 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی، در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا همراه شما عزیزان خواهیم بود و همراه میهمانان این شماره تفسیر خبر بررسی می‌کنیم اوضاع در منطقه رو در ارتباط با ایران و مسائل و نقش حکومت ایران در بحران منطقه رو. با من و شما هستند از هامبورگ آقای حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. با سلامی دوباره به شما عزیزان و خوش آمد به آقای شریعت مداری گرامی در آلمان هامبورگ. من هم سلام دارم خدمت شما و به همه شنوندگان و بینندگان شما. آقای شریعت مداری، آیا شما نیز این منظر رو در برابر خودتون دارید که برخلاف گذشته نه چندان دور که محور مسائل خاورمیانه فلسطینی ها و اسرائیل بود یا اعراب و اسرائیل، در حال حاضر تصاویر دیگه هم دیده میشه؟ بحران گسترده تر از هسته مرکزی مسائل خاورمیانه شده. انواع و اقسام گروه های اسلامی با اختلاف عقاید و اختلاف سلاح در منطقه جاری و ساری هستند. چون این نیست؟ بله، کاملا صحیح. نقطه ثقل توجه همه سیاستمداران جهان در خاورمیانه، مطبوعات، رادیوها و تلویزیون مسئله داعش است امروز و مسائلی که در حول و حوش این گروه تعبیری تروریستی میگذره. بنابراین توجه ها از مسئله فلسطین و غزه که بسیار حاد بود در روزهایی که اسرائیل به غزه حمله کرده بود، امروز به جای دیگری منعطف شد. اگه بخوایم تاریخ جدید رو، یعنی پس از انقلاب اسلامی، به مرور بکنیم یا نگاه کنیم، میبینیم که از حزب الله لبنان شروع میشه. ما طالبان رو داشتیم در افغانستان و بعد القاعده، الان داعش هست، جبهه النصره هست، حتی گسترده تر شده به آفریقا هم رفته، داستان بوکو حرام هست. اما در خود منطقه اینها برخی شیعه هستن، برخی اهل سنت، اما در یک چیز مشترک، مسلحانه، اسلحه در دست. این رو چطور تعبیر میکنید؟ چون این برداشت های مشترکی رو
از مذاهب گوناگون از اسلام. بله ببینید از چند منظر میشه این قضیه به شدت چند وجهی و پیچیده رو تحلیل کرد. یکی از منظر جامعه شناسانه است، دیگر از منظر در حقیقت تئوری های امنیت جهانی است و سوم از منظر سیاسی. من ترجیح میدم در این بحث تئوری امنیت جهانی رو پیش بکشیم که شاید مباحث نوعی درش باشه. هانتینگتون میگفت که بعد از اینکه دیگر نزاعی بر حسب ایدئولوژی های بعد از جنگ دوم جهانی، یعنی ایدئولوژی سرمایه‌داری و مارکسیسم با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نخواهد بود، جنگ های آینده به جنگ بین ایدئولوژی های مذهبی یا تقابل بین فرهنگ ها تبدیل خواهد شد و به راستی هم اونطور که در افق آینده دیده میشه چنین شد. البته شاید حدس هایی که او میزد دقیقا با اون که پیش آمده تطبیق نکنه، ولی در کلیت خودش در این زمان که جهانی شدن جنگ ایدئولوژی ها و مذاهب را در حقیقت پیش کشیده، متاسفانه از خاورمیانه و متاسفانه بین کشورهای همجوار ما این جنگ ایدئولوژیک و مذهبی شروع شده و تا مرحله پیش دیدنی پیش خواهد رفت. همچنین خب هنگامی که آقای خمینی ولایت فقیه رو در ایران پایه گذاشت و اسلام سیاسی را به میدان آورد، در حقیقت از همون موقع یک جنگ پنهانی بین عربستان و سعودی که خودش رو رهبر جهان اسلام سنی مذهب میدانست و ایران که خودش رو رهبر شیعیان جهان تلقی میکرد و البته هر دو به گزاف چنین ادعایی رو دارن، پیش آمد، آثار خودش رو بر جای گذاشت، از جمله جنگ بین ایران و عراق، جنگ خلیج و سپس اکنون جنگی که ما در پیش رو داریم، میتوان همه رو تبعات چنین رقابت آشکار و پنهانی بین شیعیان و جهان اهل تسنن و بین دو مدعی قدرت در منطقه تسنن. البته بینندگان ما توجه دارن که آقای شریعت مداری عزیز عنوان رسمی که غیر از ایران برای جنگ به کار برده شده استفاده کردن، یعنی همون که گفته میشه جنگ خلیج در بیرون از ایران، اما خلیج فارس که آقای شریعت مداری بهتر از من و شما و بیشتر از من و شما اصطلاح بین المللیش بود، نه خلیج فارس، برای ما خلیج همیشه فارس است. ما تعبیر دیگه ای بر اون ند. بله من این توضیح رو دادم چون سوء تفاهمی از وقتا پیش میاد های شرعه نداری از کنم خدمت شما. بنابراین به این نتیجه میشه رسید که اسلام سیاسی که با انقلاب اسلامی در ایران و پیروزی اون به وجود اومد، یکی از خواستگاه های اوضاع در منطقه هست و برداشت های سیاسی دیگه ای که به حرکت افتاده در منطقه. بله یعنی به این معنی که خب ایران از هنگامی که روی کار آمد نظامی تند مزاج و برخواسته از یک انقلاب بود و توهماتی رو رهبری اون داشت. رهبری اون فکر میکرد که رهبر انقلاب اسلامی در کل جهان اسلامه و نه تنها اون، بلکه انقلاب خودش رو به همه جای دنیا صادر خواهد کرد. بر مبنای چنین جاه طلبی ایدئولوژیک شروع به اقداماتی کرد که به شدت کشورهای منطقه رو نگران کرد، کشورهایی که به اندازه کافی در دوران جدید دچار چالش قدرت بودند و در حقیقت خود را چندان مستحکم نمیدیدند، حال با یک دشمنی رو در رو شدن که صبح و شب به فکر نقشه بود تا اونها رو از اریکه قدرت پایین بکشه. کارهایی که ایران کرد خب همه
دوستان میدانند و منجر شد به اینکه جهان عرب به خصوص عربستان سعودی، کشورهای خلیج و دیگران دیوانه جاه طلبی مانند صدام رو پیدا بکنند، اون رو تقویت کنند و صدام به ایران حمله کرد. ولی این کشورها که خودشون رو در حقیقت یک نوعی همپیمان آمریکا میدیدند، با کمال تعجب دریافتند که آمریکا در صدد مهار دوگانه است، یعنی میخواهد ایران و صدام رو، جمهوری اسلامی و صدام رو، هر دو رو تضعیف کنه و پس از تضعیف این دو در اثر اشتباه صدام و حمله به کویت، آمریکا به عراق حمله کرد و در زمان دوم صدام رو از بین برد. بعد نماینده دیگر ناسیونالیسم عرب را که معمر قذافی بود از بین برد. هنگامی که کشورهای عربی سعی کردند که متحد استراتژیک ایران یعنی بشار اسد را از بین ببرند، با کمال تعجب دریافتند که آمریکایی که دو متحد استراتژیک اونها را بر علیه ایران از بین برده، اکنون حاضر نیست که بشار اسد را از بین ببره و عنوانش این هست که با از بین رفتن بشار اسد گروه های اسلامی تندرویی که شما اون رو ایجاد کردید قدرت رو خواهند گرفت و ما این رو نمیخواهیم. این گروه های تندرو هم مرز اسرائیل خواهند شد و امنیت اسرائیل رو از بین خواهند برد. آقای شریعت مداری، این نظر هم وجود داره، البته متکی بر اسناد و واقعیت و رویدادهایی که بوده، که خب خود دولت های غربی به خصوص دولت آمریکا در زمان جیمی کارتر و بس پس از اون و تا اندازه هم حتی قبل از ایشون مؤثر بوده در سازماندهی گروه های اسلامی. نمونه بارز مشخصش سازماندهی افراطیون اسلامی برای مبارزه با کمونیسم در افغانستان، در درون اون طالبان به وجود میاد و گروه های مختلف اسلامی که میپیوندن در جبهه علیه اشغال افغانستان توسط شوروی اقدام میکنن. و حتی فراتر از این اشارات هست و اسنادی هست، مدارکی هست به آغاز و کم کم گسترش حمایت دولت جیمی کارتر از انقلابیون مسلمان در ایران. این رو حتی پرتوی از این ارتباطات رو میشه در خاطرات آقای دکتر ابراهیم یزدی دید و همینطور ملاقات هایی که آقای رمزی کلارک داشته با آیت الله خمینی، که باز تنها شخص حاضر در این مذاکرات آقای ابراهیم یزدی بود. من به عنوان یک خاطره مربوط به این موضوع تعریف کنم که در جلسه مطبوعاتی از آقای ابراهیم یزدی من خواستار شدم که در واشنگتن 1998 که در این مذاکرات چه گذشت، شما مترجم بودین و کس دیگه این نبود در نفلوشاتو، ایشون گفت خاطرات من هست، یک آدم سیاسی هستم، هر وقت صلاح دونستم منتشر میکنم و به هر حال پاسخی ندادن. الان هم در خاطراتشون دقیق به اون مذاکرات اشاره نمیکنن، این رو در پرانتز گفتم. به هر حال نقش آمریکا یا غرب رو در گسترش این گروه های اسلامی چه میبینید؟ ببینید، بنیاد کارتر و شاخه ای از حزب دموکرات همیشه این تمایل خودش رو پنهان نکرده که عملگرایانه در خاورمیانه یک اسلام معتدل رو، که البته تعبیرشون از این اعتدال همواره در نوسان بوده، پایدارتر از حکومت‌های سکولار یا حکومت‌های متکی و دیکتاتوری نظامی که آمریکا سنتاً از اونها و جمهوری خواهان سنتاً از اونها طرفداری میکردن میدونه. و همیشه با این گروه ها از جمله انقلابیون ایران، اخوان المسلمین مصر و گروه هایی مانند مالکی در عراق نزدیک بوده. بنابراین در درون سیاستمداران آمریکایی کم نیستن کسانی که در حقیقت ایدئولوژی و میشن خودشون یا رسالت خودشون رو که صدور دموکراسی به دنیا بود تلفیق میکنن با واقعیت‌های موجود در منطقه،
سکولارها رو ضعیف تلقی میکنن و فکر میکنن که به هر صورت زمینه اجتماعی با مسلمانانه. حال در صدد این میان که بین مسلمان ها گروهی رو که میتواند معتدلتر باشه و در جیومه با آمریکا نزدیکتر باشه با خودشون نزدیک کنن. از همین بخش میتوان مثلا نزدیکی اونها رو به حزب رفاه و توسعه ترکیه و نقشی که در مذاکرات با این حزب همواره داشتن و آتاتورکیست ها و ناسیونالیست های ترکیه رو بالاخره موفق کنند کنار بگذارن میشه بهش توجه کرد. بنابراین این حرف جدیدی نیست. اما راجع به القاعده که گفتی، قضیه قدیمتر از این حرف هاست. آمریکایی ها از 10 سال قبل از اون کلاس های قرآن را با کمک عربستان سعودی و بانگ اسلامی و دو مؤسسه اوقاف بزرگ کویتی در سراسر جهان کمونیست آن روز میگذاشتن، چون این کلاس ها حق داشتن که در بین اقلیت های مذهبی و مسلمانان وجود داشته باشد. این کلاسی که در پاکستان تشکیل شد و طالبان در درون اون پرورش پیدا کردن، حقیقت ادامه همین کلاس ها بود. از درون اینها جنگجویانی به وجود آمد که آمریکا بهشون اسلحه داد، به پاکستان فرستاد و القاعده در بین این جنگجویان تلفیقی از جهادی های عربستان سعودی، داوطلبان اونجا و طالبانی بود که از پاکستان و افغانستان به این حرکت پیوسته بودند و بنابراین چیزی رو که تاکتیکی به وجود آورد آمریکا و به هدف خودش هم که شکست اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان بود رسید، بعدها قولی شد که از شیشه در آمد که امروز عواقب اون رو در داعش که گویا کنترلش از دست همه تا اونجایی که اطلاعات ما البته اجازه میده در آمد. خب ببینید، این نظریه ای که میبخشید در واقع همین هست که شما اشاره کردید، که از معروفترین کسان حامی و پیشبرنده چون این استراتژی با هر تاکتیکی که وجود داشته، آقای برژنسکی رئیس یا مسئول یا مشاور شورای امنیت ملی آمریکا بوده در دوران جیمی کارتر و هدف از جسویتای لهستانی گرفته گروه های مسیحی که برای بینندگان من توضیح میدم که در مبارزه با کمونیسم در اروپای شرقی استفاده کردن. و این نظریه هدف اصلیش آقای شریعت مداری همونطور که اشاره کردید مبارزه با کمونیسم بود. اینکه در واشنگتن هم امر بسیار بدیهی و روشن به نظر می رسید که حکومت‌های دینی نمیتونن مبشر اون دموکراسی باشن که غرب به ویژه آمریکا ازش حمایت میکنه و جزء سیاست خارجی آمریکا بوده یک زمانی، و اگر در ترکیه هم حزب توسعه و عدالت بوده به نظر می رسید که چارچوب قدرتمند قانون اساسی ترکیه مهار کرده بود حزب توسعه و عدالت رو، ورنه اولین نشانه ها زمینه ها که به وجود اومد الان اختلافی که هست بین ترکیه و آمریکا عملا همین اختلاف هست، یعنی کم و بیش شبیه اختلافات بقیه گروه های اسلامی هست با آمریکا، نیست؟ بله کاملا صحیحه. یعنی بین هدف بلاواسطه ای که تقویت این گروه ها در آمریکا این اهداف وجود داشته و نتایجی که به دست اومده همیشه اختلاف فراوانی است. خب هدف این بود که دیگه دلیلی بر وجود دیکتاتوری های نظامی که در مقابل جبهه شرقی کمونیستی وجودشون لازم بود بعد از فروپاشی شوروی وجود ندارد. و بیش از اون برای آمریکا مهم هست که یک نوع استیبیلیتی یا ثبات در این ممالک ببینه که متکی بر ارتش نباشه و باید زمینه اجتماعی داشته باشه. بر طبق این اصل شروع به تقویت این گروه ها کردن، ولی از اونجایی که آمریکا دیگه آمریکای سابق نیست و قدرت مطلقه سابق رو به علل مختلفی که اینجا جای بحثش نیست نداره، خب بعد از به وجود اومدن این حکومت ها
یا این گروه ها کنترل این از دست آمریکا خارج میشه و خود اینها برای خودشون مدعی نوعی استقلال و قدرت میشن، یارگیری میکنن، جبهه های جدیدی به وجود میارن و از جمله متحدین آمریکا در منطقه به تدریج فکر میکنن که آیا اصولا ما متحد استراتژیک آمریکا هستیم؟ آیا اصولا آمریکا یک استراتژی ثابتی در منطقه داره؟ و اگر نداره در غیاب یک استراتژی ثابت معنی متحد استراتژیک چی؟ وقتی این شک بزرگ به وجود میاد، به خصوص وقتی شک میکنن که آیا ایران در صدد تغییر متحدین منطقه‌ای خودش نیست و آیا یک گوشه چشمی هم به ایران نداره، اون وقت شروع میکنن با کشورهای منطقه به یارگیری. خب اکنون پنهان نیست که دو جبهه کمابیش متحد در رو در روی هم قرار گرفته، جبهه قطر، ترکیه و عربستان سعودی و جبهه ایران، سوریه و عراق. و خب در این جنگ نیابتی که بین داعش و گروه های دیگه در منطقه برقرار هست، علاوه بر قدرت های بین المللی، دو قدرت بزرگ منطقه‌ای هم قرار دارن که یکی عربستان سعودی و دیگری ایران هست. البته در جبهه هم که اشاره کردید شما، قطر، عربستان و ترکیه، باز در همون جبهه هم اختلافاتی هست. البته در این یکی جبهه هم این اختلافات هست، یعنی دوره دوران اختلافات، هر کس سعی میکنه که خودش رو حفظ کنه. از اون جمله خب ایران هم که این قضیه رو میدونه، سعی میکنه که با ترکیه اختلافات رو به جای نرسونه که اون یکی جبهه متحد بشه و سعی میکنه با ضعیفترین حلقه اون جبهه که ترکیه است به توافقاتی برسه که اون جبهه بالفعل نشه. خب آقای شریعت نداری، ببینید این جریان اسلامی یا هر چه که هست، اسلام سیاسی به هر نوع برداشتی که هست، با انقلاب اسلامی ایران آغاز شد. در دور جدید آنچه که بیداری اسلامی خونده میشه، یک سمتش رو به غرب داشت، علیه غرب، نه شرقی نه غربی، مرگ بر آمریکا سالیان سال شعار انقلابیون در ایران بود و همینطور شاخه های این اسلام سیاسی در لبنان رو بودن شهروندان آمریکایی و غربی و بعد حتی تندروهای تروریست القاعده، حملات نظامی علیه آمریکا. اما به مرور این مسیر تغییر پیدا میکنه، میاد و در خود منطقه علیه همدیگه، اون چی که در سوریه میگذره، اون چی که در عراق شیعیان و اهل سنت و با هم درگیری ها داره، اون چی که الان در گوشه و کنار هست، در یمن حوثی های زیدی شیعه به قدرت میرسن و چشمانداز یک جنگ و یک درگیری گسترده شیعه و سنی در منطقه دیده میشه. اون چه که ملک عبدالله دوم پادشاه اردن سالها پیش اشاره کرده بود، ایران در پی برقراری یک هلال شیعه در منطقه است، هشداری که ایشون داده بود، زمینه ساز جنگی در منطقه، جنگی مذهبی. آیا این مسیر از ضدیت با غرب تغییر پیدا نکرده در خود منطقه؟ و این رو خیلی ها معتقدن با دستان و سرانگشتان دولت‌های غربی بوده که مسیر رو تغییر دادن در جهت مسائل خودشون. بله خب این که می‌فرمایید صحیح، مقداری توجه ها از غرب و از اسرائیل در منطقه به داعش و جنگ شیعه و سنی معطوف شده، ولی همونطور که گفتم این قضیه چند وجهی است و در خودش دینامیسمی داره که تغییرات رو به سرعت خواهد پذیرفت. ممکن است که واقعا جنگ بین شیعه و سنی در اون پهنا و تمامیت خودش صورت نگیره و این گروه ها دوباره پیلشون یاد هندوستان کنه و سراغ دشمنان قدیمی خودشون بره. بنابراین بازی با این کارت ها بسیار خطرناکه و کسانی که با این ماجراجویی اگر صحیح باشه فقط به خاطر تغییر توجه دنبال سرمایه گذاری روی چنین گروه هایی باشن، بعد از هم اکنون بهشون اخطار کرد که این گروه ها از سر تا بن ضد غربی هم ضد اسرائیلی هم هستن
و هر کدام خب بسته به اینکه شیعه یا سنی هم، روایت سنی یا شیعه داعش هم ممکن است با هم جنگ کنند، ولی از خاطرشون هم نخواهد رفت دشمنی با شما و بی خود به این آتش ندمید و منطقه را به آتش نکشید. خب ببینید آقای شریعت مداری، اگه این تجربه وجود داشته باشه که هر چقدر گروه های اسلامی ضد غرب باشن، که اون جای بحث هست که چرا باید باشه، چرا به اون شدت هستند یا نیستن، این حالا بحثش نمی کنیم، ولی وقتی این گروه ها به قدرت برسن، در مقام اداره یک کشور بر بیان، همچنان که انقلابیون و مسلمان در ایران با شعارهای بسیار ضد غربی، گروگانگیری هم دیپلمات های آمریکایی آمدن و به هر حال امروز روز در به در دنبال این میگردن که به اصطلاح روابطی با آمریکا برقرار کنه. امروز روز مذاکرات وزیر خارجه جمهوری اسلامی با آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا به عنوان یک نمونه برای اثبات اینکه ما با آمریکا در حال برقراری رابطه هستیم به عنوان یک امتیاز مطرح میشه. خب این نظریه هست که میشه اینها رو در جهتی هدایت کرد، این گروه ها رو وقتی در مقام رهبری کشور اومدن، اونجا دیگه راه چاره جز این که در اون عرصه اقتصادی، تکنولوژیک و بسیاری عرصه دیگه نیازمند غرب خواهند بود و قابل کنترل. شعارهای روابط با آمریکا رو میخواییم چه کنیم امروز تبدیل شده به سخنان آقای حسن روحانی که خیلی خیلی هم لازم داریم روابط با غرب و خصوص روابط با آمریکا رو. خیلی خیلی قوی این تئوری به نظر نمیاد، به خاطر اینکه اولا خب 30 و چند سال از این قضیه گذشته و آمریکا هزینه بسیار زیادی داده بابت گروهی که در سر کار اومدنش مقداری کمک کرد، ولی این گروه حزب توده و کاگبه و شوروی موفق شد که نه شرقی و نه غربی رو به یک کشور متمایل به شرق تبدیل بکنه برای 30 و چند سال. امروز هم در ایران دولت متمایل به آمریکاست، ولی بدنه سپاه بسیاری از نیروهای انقلابی و حول و حوش آقای خامنه ای روابط بسیار گسترده ای با روسیه دارد و سیاست خارجی ما در بین دو گروه متمایل به روسیه و غرب در حقیقت پاسکاری میشه و معلوم نیست که نتیجه نهاییش چه خواهد. بنابراین من فکر نمی کنم که سیاستمداران آمریکایی اینقدر دچار خیالات دراز مدت باشند که گروه هایی رو که تا بن دندان ضد غربی هستند و به این دلیل ضد غربی هستند که دچار بحران هویت زندگانی قبیله‌ای و مذهبی هر دو هستند و مظهر این مزاحمت رو برای زندگانی و مذهب خودشون قرب میدونن و در رأس اون آمریکا. بنابراین فکر میکنن که باید با قرب مبارزه کنن، با آمریکا مبارزه کنن تا زیستگاه سابق خودشون رو که قبایل هست و مذهب خودشون رو که اسلامیست با تعبیر قبیله‌ای همخوان همچنان حفظ کنن و این در حقیقت اون موتور اصلی حرکت این گروه ها در جهان فعلی است، هرچند که خب دعواهای شیعه، سنی، قبیله‌ای، کرد، ترک، فارس، عرب همه در کنار این به چشم میخورد. بنابراین من فکر نمی کنم که سیاستمداران آمریکایی بعد از تجربه ایران دوباره به این دام بیفتند که گروه هایی رو بیارن و 30 سال ضربه بخورن و بعد از 30 سال تازه امید داشته باشن که جان کری با آقای روحانی یا آقای ظریف مذاکره کنه تا بلکه منافع خودشون رو حفظ کنه. ولی آیا همین وضعیت اگر ضرری نداشته باشه برای غرب، دست کم از نظر اقتصادی، چرا هر چقدر ضد غرب باشه، یعنی ضد غرب بودن انواع و اقسام داره، یعنی ژاپن درگیر با آمریکا بود و جنگ رسیدن، پدر همدیگر هم تا اندازه‌ای در آوردن به قول با، اما بالاخره ژاپن قد برافراشت و از اون زده تکنولوژی اقتصاد وضعیتشو در اونجا سامان داد، هیچ چاره ضد غربی هم نداد، یا آلمان یا بقیه کشورها. اما ضد غربی بودن آقای قذافی و بازمانده ها به جاماندگان آقای قذافی، اون چی که در لیبی میگذره چه زیان
عظیم اقتصادی برای غرب داره جز تحلیل رفتن خود این ملت ها و وضعیت کشورها. ببینید غرب یک گروه یک پارچه نیست، در غرب مسلما محافلی هستند که از جنگ سود میبرند و اونها لابیگریشون و اعمال نفوذشون در سیاست به هم زدن منطقه و جنگ، منتها از جنگ همه غرب منفعت نمیبرد، هرچه مثلا گروه های نظامیش یا تولیدات نظامیش سود میبرند برعکس کمپانی های دیگرش. مثلا شما فکر کنید که کمپانی های تلفن، اینترنت، شرکت های مثل اپل، مایکروسافت و دیگران در خاورمیانه چه بازاری رو در اثر نبودن امنیت این سال ها از دست دادن. بنابراین اینطور نیست که غرب یک بار چه سود میبرد، غرب محافلی سود میبرن، محافلی ضرر میکنن، هر کدوم فعالیت میکنن. سپاسگزار هستیم آقای شریعت مداری عزیز، با سپاس بسیار. خواهش میکنم، متشکرم. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در ادامه برنامه با آقای پرویز دستمالچی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی، گفتگو خواهیم داشت تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند آقای پرویز دستمالچی، تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر سیاسی. با سلام به شما آقای دستمالچی عزیز در آلمان، برلین. آقای چالنگی با درود به شما و بینندگان محترم تلویزیون. آقای دستمالچی، بحث بر سر این بود در منطقه انواع و اقسام برداشت ها، انواع و اقسام اسلام ها با قاضیان شهر با سلاح های مختلف خودشون در جریان هستن. بحث بر سر این هستش که بسیاری معتقد هستن اسلام سیاسی در ایران در پی انقلاب اسلامی در واقع تنین انداز شد در منطقه و اینها محصولاتی هستن، شاخه های برآمده از اسلام سیاسی پیروزمند در انقلاب اسلامی ایران. داعش در این سو، القاعده پیشتر، طالبان پیشتر، حزب الله، بوکو حرام در آفریقا و جبهه نصره و بسیاری دیگه، احرار و گروه های مختلف دیگه ای که وجود داره. الان صحبت این هست، داعش به عنوان یک گروه افراطی اسلامی معروف است. آنچه که باعث این کار شد بریدن سر جیمز فولی و دو تن دیگر در برابر تلویزیون ها بود، فراموش نمی کنیم. چند سال پیش در عراق هم چون این کاری کردن به وفور و بیشتر، ظاهرا به فراموشی سپرده شد. اما در ایران هم در حکومت اسلامی هم این اعمال کم نبوده، سنگسار، بریدن سر به یک طرف، سنگسار نیست طرف دیگه. تفاوت اینه که در برابر تلویزیون نشون داده نشده. شما آیا وجه تشابهی بین آنچه که حکومت اسلامی از 23 بهمن ماه 57 در ایران انجام داد و آنچه که گروه های دیگه الان انجام میدن مثل داعش میبینید یا خیر این اغراقه؟ ببینید، گروه داعش و یا القاعده یا الشباب یا بوکو حرام یا فدایان اسلام یا جمعیت های مختلف اسلامی یا حزب الله و غیره، اینها همه در اساس جنبش های بنیادگرای اسلامی هستند که از شاخه های گوناگون میان. ولی مثلا فرض کنید که داعش، تفاوت داعش با ولایت فقیهون در این استش که داعشی ها اینها با نگاه به عقب به عنوان مدل حکومت اسلامی، نگاه به دوران حضرت محمد در مدینه دارن و بعد ابوبکر و عمر و عثمان، ولی ولایت فقیهون در حینی که نگاه به عقب دارند به دوران حضرت محمد و بعد به دوران حضرت محمد، نگاهشون عمدتاً به دوران امامت حضرت علی است. یعنی وجه مشترک همه اینها، حالا جمهوری اسلامی و یا داعش، در این استش که
در بحرانی رو که هر دو با روبرو شدن، با عصر مدرن، با تمدن جدید روبرو شدن، اینها برگشتن به عقب. نگاه اینها در رابطه با ساختار اجتماعی، در رابطه با حکومت و روابط و مناسبات اجتماعی، نه نگاه به جلو بلکه نگاه به عقب، نگاهی است ارتجاعی. یکی نگاه به خلافت داره، یکی نگاه به امامت داره، ولی هر دو نگاهشون به احکام و موازین شرع است که حالا یکیش با فقه شیعه توضیح داده میشه، یکیش با فقه اهل سنت شاخه های گوناگونش. اینها هر دو نیروهای بنیادگرا هستند، تامگرا هستند، توتالیتر هستند. و این که تفاوت داعش در اجرای احکام و موازین شرع با حکومت جمهوری اسلامی در این استش که حکومت جمهوری اسلامی آمد مجموعه احکام و موازین شرع رو برداشت، به صورت قانون حکومتی در آورد، مسئله قصاص رو، مسئله شلاق زدن حد رو و سایر قوانینی رو که بهش اعتقاد داره به صورت قوانین حکومتی در آورد امروز، در حالتی که داعش هنوز فرصت پیدا نکرده که قدرت حکومت رو کاملا در دست بگیره و مستقر بکنه و اینها رو از احکام و موازین شرع تبدیل به قانون حکومتی بکنه. به همین دلیل هر دوی اینها در اساس جنبش های اسلامی بنیادگرا به این معنا هستند که حکومت ایدولوژیک میخواهند و این ایدولوژیشون حکومت اسلامی و احکام و موازین شرعی است. آقای دستمانچی عزیز، سالها پیشتر از داعش و گروه هایی که اسم بردید در خود ایران فدایان اسلام، چون اشاره هم کردید، ببینید همین کار میکردن. یعنی قبل از ترور دوم روانشاد کسروی بزرگ، احمد کسروی اندیشمند ایرانی، با شمشیر قصد کشتن اون رو داشتن، قصد گردن زدنش رو داشتن. آقای نواب صفوی، واحدی و بقیه، طهماسبی و اعضای اولیه فدایان اسلام، اما موفق نشدن. آقای کسروی مجروح شد، شمشیری که فرود آوردن برای گردن زدن احمد کسروی اندیشمند بزرگ ایرانی موفق نشد. صحبت شما میشه این تعبیر رو کرد، تفسیر و فرمایش شما رو، که داعش هم چون به قدرت برسه حکومت رو در دست بگیره، امیدواریم چنین نشه در هیچ سرزمینی، همین رویه و شیوه رو که جمهوری اسلامی 30 چند سال پیش گرفته پیش خواهد گرفت، نیست؟ حرف شما کاملا درسته. نه تنها اون شیوه ها رو پیش میگیره، بلکه به مراتب رادیکالتر و بدتر از جمهوری اسلامی عمل خواهد کرد به دلایل گوناگون. از جمله یک دلیلش این استش که به هر حال جمهوری اسلامی در جامعه ایران زمانی شکل گرفت که در اونجا به هنگام انقلاب اسلامی ما بیش از 10 میلیون دانش آموز داشتیم و 5 میلیون از اونها دختران بودند. در حالتی که جنبش اسلامی داعش در سرزمین هایی شکل میگیره که پیشرفت اجتماعی به شدت ایران نبوده و در مقایسه با جامعه ایران میتوان گفت اونها 50 تا 100 سال عقبتر از جامعه ایران هستند. به همین دلیل بسیاری از قوانین رو به صورت خشنتر خواهند آورد. شما فراموش نکردید و یا بینندگان حتما به خاطر دارن، حداقل اونایی که سنی ازشون گذشته به خاطر دارن، که در سال 1342 قیام 15 خرداد آیت الله خمینی و بخشی از روحانیان ایران و یا جنبش های اسلامی در درون ایران و در تهران به دلیل مخالفت با آزادی زنان در حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بود از جمله، و آیت الله خمینی در اون زمان مسئله حق انتخاب برای زنان رو و حق انتخاب شدن زنان رو فحشا اعلام میکرد، در حالتی که همین فحشا رو در سال 1357 پذیرفت، یعنی حق شرکت زنان در امور اجتماعی و حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن رو. چرا؟
چون جامعه ایران از سال 1342 تا 1357 بسیار جلوتر رفته بود و در انقلاب اسلامی در شرایطی انجام می گرفت که ما هزاران دختر دانشجو داشتیم، استاد زن دانشگاه داشتیم و هزاران دختر ایرانی در کشورهای غربی از جمله امریکا و یا اروپا مشغول تحصیل بودند. خب این شرایطی بود که نمیتونستن دیگه برگردن به اون زمان عین طالبانش رو بکنن. البته خب بله، اشاره کاملا دقیقی بود به پیش از انقلاب، جنبش اولیه‌ای که به 15 خرداد شهرت یافت، علاوه بر اون مخالفت با شوراهای انجمنهای ایالتی و ولایتی هم بود، اما محور مخالفت با اصلاحات ارضی و پیشتر از اون حق رأی زنان بود که آقای دستمالچی اشاره کردن و همین لفظ رو هم به کار برده آقای خمینی که دادن حق رأی زنان یعنی گسترش فحشا. پیروان ایشون هم چه تحصیل کردگان چه تحصیل نکردگان هم از کشورهای غربی هم زمانی که با ایشون به ایران اومدند هجومی بردند برای اجرای احکام داعشواری که استنباط کرده بودند از دین و مذهب خود، از اسلام. میبینید صحنه‌ای رو در دادگاه های اولیه کسانی که تحصیلاتی در خارج از ایران داشتند، در آمریکا، اروپا، امثال آقای دکتر ابراهیم یزدی و آقایون دیگری که وجود داشتند در همون روزهای نخستین، مهندسینی که عضو سپاه پاسداران شدند، اعدام هایی که بر پشتبان مدرسه علوی انجام شد، دادگاه هایی کمتر از یک دقیقه و اعدام های داعشواری که ظاهرا با همون استنباط ویژه و نزدیک به داعش انجام داد. به هر حال آقای دستمالچی عزیز، ببینید این احکامی که از همین دادگاه هایی که میبینیم، دادگاه مسئولان حکومت پیش از انقلاب توسط آمدگان از راه، مسلمانان انقلابی حواریون آقای خمینی، اینا رو میبینیم تا به امروز، از اون روز تا به امروز ظاهرا این احکام به شکلهای مختلف ادامه داره. یعنی شما ببینید الان کار به جایی میرسه که همچنان ماهواره هجوم میارن، یک سرهنگ بازنشسته در اثر هجوم ماموران به خانهش به خاطر ماهواره سکته میکنه. از طرف دیگه میبینید اصلا فساد یک چیز بنیادی میشه تا جایی که یکی از همین آقایان روحانیون ملایان شیعه فتوا میده یا میگه رئیس قوه قضایی یکی از لاریجانی های ریز و درشت که حتی بر پرونده های فساد رو نباید روزنامه نگاران مطرح بکنه. خب این جای بسیار بسیار تأسفه که رئیس قوه قضایی که در هر جامعه ای حتی نیمه دموکراتیک وظیفش گسترش عدل و داده و جلوگیری از مفاسده، شما در جمهوری اسلامی بعد از یک دوره 35 ساله حتی میبینید که رئیس قوه قضایی آقای لاریجانی میاد و نمایندگان مجلس رو و همچنین خبرنگاران رو تهدید میکنه که اگر که مفاسد اجتماعی رو افشا بکنن و یا بزرگ نمایی بکنن و یا غیره، مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. خب اولین پرسش این استش که اگر که خبرنگار انتقادی به مسائل نگاه نکنه و اگر نماینده مجلس که مردم انتخابش کردن که مردم رو نمایندگی بکنه، این نیاد فسادی رو که وجود داره، فساد اقتصادی رو که وجود داره بیان بکنه و خواهان پیگردش بشه، خب چه کسی باید بکنه؟ این از ویژگی های در واقع جمهوری اسلامی است و این پرسش پیش میاد که خب چرا رئیس قوه قضایی، چه علایقی وجود داره که رئیس قوه قضایی میاد میگه که مفاسد اقتصادی رو نباید پیگیری کرد، نباید بیان کرد و خبرنگارا رو تهدید میکنه، نماینده مجلس رو که قاعدتا در تمام نظام ها مداره مسئولیت هستن، مسئولیت پیگرد قضایی هستن، چرا مسئولیت پیگرد قضایی دارن؟ به دلیل اینکه نترسن از چیزی، از بیان حقایقی که وجود داره. خب این زیر پا گذاشتن
اصول اولیه و ابتدایی یک جامعه است که شما بخوای سازماندهی بکنی. زمانی که نماینده مجلس، نمایندگان مجلس بترسن و اجازه نداشته باشن روی مفاسد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره دست بذارن و بیان بگن و خبرنگارا هم نتونن بگن، این جامعه اصلا غرق میشه در فساد. ولی باز پرسش این هستش که چرا رئیس قوه قضایی چنین حرفی رو میزنه؟ حتما از طریق چنین بیاناتی علایق و منافع اونها به خطر میفته، وگرنه اونها دلشون برای کسانی که دزدی های اقتصادی کردن که نمیسوزه، احتمالا منافع خودشون به خطر میفته، به این معنا که خود اینها درگیر این دزدی ها و این فساد های بزرگ اقتصادی هستند که میزانش و گسترشش آنچه که در جمهوری اسلامی میگذره با کشورهای دیگه اصلا قابل مقایسه نیست. هر دفعه صحبت از دزدی ها میشه، صحبت 7000 میلیارد یا نمیدونم 3000 میلیارد در کدوم کشور. من برای شما آقای چالنگی مثال بزنم، شما حتما اگر مسائل آلمان رو تعقیب کرده باشید در 2 سال پیش حتما این رو متوجه شدید که رئیس جمهور سابق آلمان ایشون 1 سال گذشته استعفا داد، مجبور به استعفا شد. چرا؟ به چه دلیل مجبور به استعفا شد؟ به دلیل اینکه در دورانی که ایشون رئیس جمهور بود، یک شخصی که گویا از ثروتمندان بوده ایشون رو دعوت میکنه و 700 یورو، شما توجه بفرمایید، 700 یورو پول هتل ایشون رو پرداخت میکنه و ایشون به خاطر اینکه همین 700 یورو رو قبول کرده و این امر میتوانسته موجب رشوه دهی ایشون بشه، افکار عمومی و مجلس آلمان شرایطی رو به وجود آوردن که ایشون استعفا داد از مقام ریاست جمهوری به خاطر 700 یورو. رفت در ایران آنچه رو که بیان میشه، صحبت از افشا میشه، صحبت از 3000 میلیارد دلار، 7000 میلیارد دلار یا تومان، ارقام نجومی است که من خودم بعضی وقتا باور نمیکنم، چندین بار باید بخونم که سرانجام متوجه شم که این واقعا میلیارده و برای من سوء تفاهم نیست. سوء تفاهم میلیاردی است البته. اینجا اشاره من بکنم اینجا به فرماندار سابق، یعنی به همین خاطر هم اصلا عزل شد، محاکمه شد، محکوم به زندان شد. حدود 100000 دلار خودش و همسرش هدیه گرفته بودن به زندان، حدود 10 سال، همسرشون 3 سال، همچین مدت های محکوم شده به خاطر اینکه از یه حدی به بالا هدیه گرفتن مجاز نیست و جرم حساب میشه. البته شما به مسئولیت پارلمانی اشاره کردید، آقای لاریجانی قاضی با لاریجانی مجلس، اون یکی برادر نگران این هست، مثل بار گذشتهشون در مجلس مطرح شد، ایشون نقششون در همین دزدی، فساد مالی خیلی ادیبانه است، دزدی است دیگه، از سفره مردم دزدیدنه مطرح شد. خب لابد برای جلوگیری از این هست. اما مسئولیت پارلمانی، آقای دستمالچی، اگه به شما بگن که هر وقت که نماینده ها رو آزاد انتخاب شدن ما مسئولیت هم براشون قائل هستیم، شما چه خواهید گفت؟ نماینده هایی که خود آقایون انتخاب میکنن، خب لابد صلاح نمیدونن مسئولیت هم بهشون بدن. حرف شما درسته. من میخوام بگم در شرایطی که حتی همین نمایندگانی که 10 بار مورد نظارت استصوابی قرار می گیرن و یه عده از اینها واقعا فقط گوش به فرمان بیت رهبری هستن و اینها، حتی اینها هم داره اون مسئولیت نیستن. اصلا اون شرایط ایدالی رو که شما مطرح می کنید، که ایدال منظورم شرایطی است که در کشورهای دموکراتیک وجود داره، اون که اصلا مطرح نیست، حتی در همین شرایط جمهوری اسلامی بگم. ببینید من یه مثال دیگه بزنم، همین دیروز آقای حسن روحانی یه مصاحبه کردن، از جمله گفتن که میبایستی جلوی خرید و فروش پایان نامه های دانشگاهی رو بگیرن. خب ببینید این مسئله چقدر
رایج شده در درون ایران که رئیس جمهور کشور موضوع رئیس جمهور کشور و موضوع کشور میشه که بیاد صحبت بکنه و بگه که پایان نامه دانشگاهی در ایران خرید و فروش میشه. خب موقعی که ایشون این رو میگه، ببینید همین دو ماه پیش نمایندگان مجلس یک لیستی رو منتشر کردن و گفتن آقای حسن روحانی که این صحبت ها رو میکنه در زمانی که ایشون نماینده مجلس بوده و دکترا نداشته با جعل دکترا حقوق دکترا میگرفته در مجلس شورای اسلامی. خیلی خوب، یعنی همه این کار شدن، همه مقامات و مسئولان نظام کما بیش دارای شرایطی هستن که هر کس که میاد فقط مال دیگری رو میگه، ولی خودش باز درگیر همون جریانات بوده و همچنین شده. یعنی مجموعه سیستم، من از قوه قضایی تا قوه اجرایی، از قوه اجرایی تا قوه قانونگذاری درگیر چنان فسادی هست که فقط در دعواها ما شاید یه بخش کوچکی از کارهایی رو که هر کدوم کردن متوجه میشیم و این به فساد بسیار بسیار گسترش داره. آخه شما نمیتونید رئیس جمهور یک کشور بشید که در گذشته خودتون ده ها تقلب دارید. خب این موقع که شما میشید دیگران چرا نکنن چنین؟ آقای دستمانچی عزیز، اشاره کردید به وجه تشابه داعش و حکومت اسلامی در ایران. چشماندازی که در منطقه هست دیده میشه، خیلی نگران درگیری جنگ شیعه و سنی در منطقه هستن. تفسیر شما، نظر شما، چشمانداز شما رو میشنوید و میبینید. این نگرانی درسته و الان هم ما درگیر این جنگ هستیم. در واقع جنگ داعش در عراق جنگ میان شیعیان و اهل سنت و تلویزیون آلمان یک ماه پیش فیلمی رو نشون میداد از بغداد، یکی از خیابون‌های اصلی و طولانیش، دو طرف خیابون دیوارهای بلند 3 متری و گزارش میکرد که در یک طرف شیعیان زندگی میکنن و در یک طرف اهل سنت و اینها در واقع به این دلیل دیوار به هم کشیدن که نمیتونن با هم دیگه زندگی میکنن. و این واقعیت تلخی است که جمهوری اسلامی بیش از همه به اون در درون ایران و بیرون ایران دامن زده. البته داعش در عراق همچنان درگیر با اهل سنت است، به خصوص کردها. نازنینان ایزدی رو در کردستان عراق کشته، سر بریده، آواره کرده. درگیری گسترده‌ای با شیعیان هنوز در عراق دیده نشد. ببینید همچنان که شیعیان هر کدوم از شاخه هاش با شاخه دیگرش هم دعوا داره، مسئله اهل سنت هم همینطوره. داعش با بخشای دیگه اهل سنت دعوا داره، به اضافه اینکه کردها حاضر نیستن به این داعشی ها، نیروهای بنیادگرای اسلامی، میدان بدهند و با اونا همکاری کنن. خب اونا دشمنش شدن. سپاسگزار هستیم آقای دستمالچی عزیز و امیدواریم در برنامه های آینده نیز با ما و بینندگان تفسیر خبر باشید. آقای شالنگی، منم از شما بسیار سپاسگزارم و از بینندگان محترم. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با ما در تماس باشید از طریق نشانی فیسبوک، صفحه فیسبوک من. مطمئن باشید پیام هایی که میفرستید بازتاب داده خواهد شد در این صفحه و در برنامه نیز. همچنان که مهرداد عزیز سپاسگزار هستیم، مهدی عزیز، توحید، لولی سرمست و بسیاری دیگه از دوستان عزیزی که برای من پیام فرستادن که حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت و بازتاب. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، الوند، سند و سبلان، آسماری و کوساران، دراک، دلاهو، تفتان و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.